به ادامه گفتگوهای ویژه با نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آن امشب گفتگوی داریم با انجینیر محمد خان، معاون دکتر عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری. آقای انجینیر محمد خان جان، سپاس از وقت شما. پرسش نخست از این که چگونه شد در یک تیمی که در گذشته ها از لحاظ چه از لحاظ دید سیاسی و حتی در زمان حکومت مجاهدین اختلافات بسیار شدیدی داشتین، با این تیم پیوستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. در قدم اول سلام و احترام خدا با کارکنانی که اینجا تشریف دارن و بینندگان محترمی تلویزیون طلو و بالاخره کافه ملت افغانستان عرض می‌دارم. شما شاید در جریان باشین که حزب اسلامی افغانستان و در پالوش احزاب دیگه از یک و نیم سال به این طرف در صدد ازی بودن که چه قسم احزاب مطرح در کشور با هم نزدیک شوند راجع به انتخابات آینده افغانستان دیدهای مشترک داشته باشند. تا جایی که به حزب اسلامی افغانستان تعلق داره، حزب اسلامی افغانستان اینمی فیصله را شورای رهبری کرد که ما با همه احزاب در افغانستان بخصوص جمعیت اسلامی بعد رنجش های قبلی را، خصومت قبلی را کنار بگذاریم و با یک دید مشترک، با یک هماهنگی شریک، نه تنها با ارتباط انتخابات آینده یعنی 1393، بلکه در دراز مدت باید اونمو انرژی و پتانسیلی که در مقابله با یکی دیگه به مصرف میرسه، باید اونمو پتانسیل و اونمو انرژی را و اونمو قوت هماهنگ بسازیم در تربیه جوانای نمی وطن، در خدمت به خاک و مردمی نمی وطن و در اصلاح، البته در صورت حکومت یک صورت است و در صورت حکومت دیگه حالت است که در اصلاح مملکت و کشور و حکومت خود اینمی انرژی را هماهنگ به مصرف برسانیم. بله. و یک مسئله دیگر را براتان بگویم که تا وقتی که در اینمی مملکت اینمی خصومتای ذات البینی احزاب موجود باشه، خیلی مشکل است که از وجود خارجی هایی که فعلا در این مملکت است یا در صورت عدم وجود از وا اینمی بحران های متعدد رای بیرون رفت شا پیدا کنیم. بهترین کاری است که اینمی احزاب مطرح در کشور، اینمی احزابی که ریشه های عمیق اجتماعی دارن، اینمی احزابی که کتله های عظیمی اینمی ملت عقبشان استار هستند، اگر اینمی احزاب همدست و همدل و همفکر و همنوا و همصدا شوند، مشکلات عدیده اینمی مملکت خود به خود با اینمی اتحاد و توافق حل میکنند. بله. چه تضمینی وجود داره که در آینده امی مشکلات که وجود داشت ای در چارچوب یک حکومت شدیدتر نشد؟ ببینین، یکی خو مسلمان ها به حیث یک مسلمان در حالی که خداوند متعال حکم میکنه که و اوفو بالعقود و اوفو بالعهود، شما با عهدی که با کسی بسته میکنین، شما با عقدی که بسته میکنین با او وفا کنین، از این اضافه تر چی تضمین شده میتانه که یک مسلمان به حیث مسلمان به دیگه مسلمان تعهد بده که ما و شما روی اینمی طرحی که خود ما مطرح کردیم
توافق کردیم به می تاخیر وفا میکنیم بله بهترین تضمین به مسلمانان می تضمین یک نگرانی که بین مردم است در گذشته رهبران یا احزاب مجاهدین همیشه در تعهدهایی که کردن کوتاه آمدن همین نگرانی تا بال هم وجود داره ببینین در توافقات گذشته حرف شما دقیق است یعنی متاسفانه صورت گرفت یک موردش میثاق کعبه بود که تصور به این بود که در اونجا وقت تمامی رهبران مجاهدین احزاب مجاهدین حضور داشتن و در اونجا در خانه خدا تعهد کردن ولی پس هم تعهد در اجرای او تعهد کوتاه آمدن امین گرانی پیش شما هم وجود داره یا نداره که در امی تعهدتان کوتاه نبیایید اولا خب با تاسف که با شما هم نواستم که نمی متاسفانه صورت گرفته و این تاریخ است تاریخ کل ما شما شاهد هستیم که متاسفانه نمی نقض امیر تعهدات در وقت و زمانش صورت گرفته فعلا دو مسئله را ما برتان میگم مسئله اولی که شورای رهبری حزب اسلامی شورای رهبری جمعیت اسلامی در حالی که هیچ نوع فشار بیرونی چه از داخل افغانستان و چه از خارج افغانستان و هیچ نوع انگیزه غیر از انگیزه اخوت اسلامی وجود نداشته در این حالت اینمی توافق صورت گرفته و تافیل انا که اضافه تر از یک ماه از اون میگذاره هر دو اجرایه یا هر دو رهبری کاملا مصمم هستند که اینمی توافق نه به خاطر انتخابات 1393 که کلی موادش به ارتباط انتخابات هم نیست یعنی غیر از انتخابات انتخابات یک جزء اینمی توافق نامه است اصل توافق نامه یا محور مفاد توافق نامه این مسئله است که ما خصومت ها و بدبینی ها و رنجش های قبلی را کنار می گذاریم با هم با همدلی با تحمل و یک دیگر پذیری در سیاست های بعدی افغانستان زندگی می کنیم ما یقین دارم که رهبری هر دو تنظیم از دل به ای هم امونیاز جامعه را تشخیص کرده و هم کاملا متحد هستند که تا آخر در این رابطه انشالله مصمم میرن بله در رابطه به حزب اسلامی ابهاماتی وجود داره ما در این انتخابات کنونی که قرار است صورت بگیره دو نفر از حزب اسلامی یکی شما با نمایندگی از حزب اسلامی خود را نامزد کردین و هم آقای قطبین هلال هم هستند اونا هم ادعا میکنن که افراد حزب اسلامی از اونا حمایت میکنن و شما هم طبیعی است که به حمایت از حزب اسلامی ایستاده شدین آیا در انتخابات آینده براتون مشکلات ایجاد نمیکنه و حمایت اصلی حزب را کدام یکی از این نامزدها داره ما در رابطه قدر عرض کرده میتونم که حزب اسلامی افغانستان تحت رهبری عبدالعدی ارغندیوال که به حیث یک تنظیم دارای مجوز رسمی فعالیت های سیاسی خود در عرصه سیاست و مسائل اجتماعی افغانستان از 8 سال به این طرف پیش میبره رهبری حزب اسلامی اینمی تصمیم را گرفته ولی اینمی سوال را که شما مطرح کردین راجع به آقای هلال یه تنها منحصر به حزب اسلامی هم نیست میبینین که دیگه احزاب هم خود کتله و رهبری و فیصله یک حزب به یک طرف است ولی یک نفر باز البته در او فیصله یا خود نمیبینه یا هر دلیلی که از پیش از واس باز خود جداگانه یا به حیث ماوین یا به حیث
کاندید ریاست جمهوری مطرح کرده که هلال صاحب هم اونمو حالت داره. تا زمانی که توافق حزب اسلامی با جمعیت اسلامی شکل نهایی را به خود می گرفت، هلال صاحب کاملا در جریان بود، می آمد، یعنی منجا در اجرای می ششت، یکان وقت صحبت می کرد. و باید دارم که دمی سالونی که فعلا ما و شما صحبت می کنیم، دمی سالون آقای قطب الدین هلال خودش گفت که حزب اسلامی تا فعلا اینمی تو یک دستاور دی قوی و کلان و بنفع ملت نداشته مثل توافق با جمعیت اسلامی و اینمی را باید قوی حمایه کنیم. از کاندیداتوری خود نه مستقیما نه بالواسطه که توسط یک شخص گفته شده باشه، از طریق از او تا اخیره اجرای حزب اسلامی به هیچ نوع در جریان نبود که گویا قطب الدین هلالم قصد داره خود کاندید کنه. شما از رسانه ها شنیدین در روزهای اول گفت که ما قصد کاندیداتوری را دارم و ای هم به هدایت اونمو اجرایی که تحت ریاست حکمتیار صاحب فعالیت داره با اساس هدایت و راهنمایی و مشوره اونمو مردم ما خود کاندید میکنم. سبا و دیگه سبایش از سه جهت قوی اینمی مسئله رد شد. اعلامیه از طرف اجرایی اونمو برادرایی که در پاکستان است، با تعقیبش مصائبه دکتر غیرت بهیر که قوی رد کرد که به هیچ صورت نمایندگی ما را نمی کنه، و با تعقیب از او اعلامیه که توسط حبیب رحمان پسر حکمتیار صاحب داده شد با الفاظی نسبتا تندتر از پیشتر این همه مسئله را رد کرد که گویا ای از طرف ما به هیچ صورت نی نمایندگی میکنه و نی هم کاندید است. پسانا گفت که ما متعلق به او حزب هستم ولی خود مستقل کاندید کردیم. چیزی را که ما در رابطه با او گفته میتانم، از طرف حکمتیار صاحب و یا اونمو کسایی که در اونجا هستند فعلا خودشم میگه که ما مستقل کاندید هستم، از طرف ازوا نیست و قوی انرد کده. ما به هیچ صورت نی او دا کاندید کردیم و نی از کاندیداتوریش کم از کم از ما دا جریان با ما دا جریان نگذاشته که گویا ما خود کاندید میکنم. درست. که پا اخیر که دوم رو او آیوسی هلال صاحب طبعاً دی حکمتیار صاحب لخوا، دی مگ لخوا کاندید نده، ولی دی او افغان پا حیث آلتا دی کاندیدی حق لری، زانی کاندید کرده ده، دی دخپل حق ده و دی افغانستان دی قانون مطابق زانی کاندید کرده. ولی خب ده و سپه ابتدا که ویلی وای دی چا لخوا سی کاندید ده، دی کم و کسانو سی حمایه لری، دا سی کلا وایی سی دی وی اجرایی لخوایم، کلا وایی سی دی بل اجرایی لخوایم، کلا وایی سی زفکر کم چی دا یعنی مشورتان دی دل پارخانه دا سی ها غد سی وایی پس وایی دی اغو خلقو لخوا رد کی گی. ولی تا سویره نلاری چی دا با دا حزب اسلامی تقسیم کی؟ حزب اسلامی افغانستان دی ارغندیوال صاحب تر قیادت لان دی دا فی الحال سیزو تو خبره که او پا دیر سو ولایاتو که پینزه پینزو استو زیاد دفترونه لری، یعنی پا جنو ولایاتو که علاوال مرکزی دفتره اول سوالو یکیم دفترونه لری. داغ طول کسان راغلی دی دلتا پا داغ تصمیم کسی حزب اسلامی نی ولای دا، توافقی لجمعیت اسلامی سرکره دا، داکتر صاحب عبدالله عبدالله سرپایو تیم کی شاملیو ده ها قصه دیسی دیدی پینزه پینزو استو ولایتی و دیولو سوالی و دفاتر و لخواه
او علاوه لغه د خزو سازمان موجود ده دغه حضور په غو کې وو علاوه لغه د حزب اسلامي د ځوانانو ټولنه چې د 1500 زرو په منځ کې اعضا لري د دغه نمائندگان له ولایت راغښتل سوي دي دا خو ټول هغه څه دي چې دغه فیصله چې حزب اسلامي له جمعیت اسلامي سره کړې ده د دې شاته ولاړ دي او تر اوسه پورې هم تاسو شاید درته تعجب وړ خبره به وي چې له لسهاوو زیات تاییدي او د خوشحالي میسیجونه او پیامونه موږ ته راغلي دي بل طرف ته هغه قومندانان چې پخوا په دغو مشکلاتو کې اخته وو په جنګو کې په دښمنیو کې دا راغلي دي او دلته له هغو کسانو سره د هغو په مقابل کې پخوا خصومت او دښمني درلوده څنګ په څنګ ورسره ناستي او وایي چې تر ریاست جمهوري تر انتخاباتو د موږ زیات تایید په دې وجه له تاسو سره ده چې حزب او جمعیت د دې توافق کړی ده چې خپلې پخواني ناخوالې به له منځه وړي او د وروڼو په حزب په راتلونکي افغانستان کې ژوند کوي د ښاغلي محقق سره ستاسو ستونزې به څنګه کېږي بله خبره یوه وروستۍ حد ته ورسوم هغه شاید هیڅ کاندید هم تاسو پیدا نه کړئ چې هغه ووایي چې ګویا د افغانستان د کم قشر یا د کمو خلکو تایید له ده سره ده په داسې حال کې چې هغه سرویګانې چې د طلو لخوا یا د نورو نهادو لخوا خپرې شوې ځینې داسې کسان اوس 0.1% رایه یې په 2000 یا 2500 کسانو کې دوی 0.1% رایه درلوده ولې هغه کسان هم کله هم په دې اعتراف نه کوي شاید دوی د افغانستان د خلکو تایید له ځان سره ونه لري دا د انتخاباتو طبیعت هم داسې ده هر څوک چې انتخاباتو ته ولاړ وي ولو که د ده اصلي مفهوم په انتخاباتو کې له درېدا شهرت لاسته راوړل وي که اصلي مفهوم یې دا وي چې چا هم معذف کړی وي د چا لخوا معذف سوی وي چې باید نورې رایې کمې که ولې څوک هم په دې باندې اعتراف نه کوي چې ګویا دوی کمې رایې لري ولې د افغانستان هغه ځمکني واقعیتونه بیل شی دي انشاءالله په دې موږ پوره مطمئن یو چې حزب اسلامي جمعیت اسلامي وحدت اسلامي او نور احزاب چې د دوی څنګ ته ولاړ دي او یا انشاءالله د انتخاباتو تر ورځې پورې به تاسې انشاءالله نور ډېر قشرونه ووینئ چې د دغه ټیم شاته ودرېږي زه په دې مطمئن یم چې انشاءالله په رایه خو تاثیر یو عادي نفر هم اچوي یوه رایه که کمه سي هم نو په طبعا تاثیر لري داسې ووایو چې احمد محمود حسن او مقصود دا به هیڅ تاثیر ونه لري که زر رایې ولري هم خدا به له یو چا کمیږي نو هغسې تاثیر چې بالاخره دغه ټیم د ناکامۍ طرف ته بوزي په پوره ډاډ او اطمینان سره ویلای سم چې انشاءالله دومره تاثیر نه وړاندې د ښاغلي محقق سره هم ستونزې وې د حزب اسلامي دا ستونزې به هم یعنی تاسو هیله من یاسئ چې دا به په راتلونکي کې دا ستونزې نه اوسي نور دا ستونزې به حل سي ببین کاکر صاحب چرا نامها را بگیریم که بین محقق صاحب و یا احمد و محمود یا حزب اسلامی در مجموع به سطح کل افغانستان در بین کل احزاب با تأسف عمیق یک سلسله مشکلات هم موجود بود و قابل تقدیر است قابل تمجید است رهبری این همی احزاب که در این برهای حساس در این شرایط خیلی مهم اینمی تصامیم گرفتن که مشکلات های افغانستان توسط وحدت ملی زود ممکن است که حل شوند یا یکی از فاکتورهای خیلی مهمی بیرون رفت از اینمی بحرانا یکی از فاکتورهای خیلی مهمی
حل مشکلات افغانستان وحدت ملی افغانستان است. اینمی احزابی که فعلا اینمی تصمیم گرفته یقینا در بین کل افغان ها چی به شکل احزاب و چی غیر احزاب به صورت اقوام متاسفانه اینمی مشکلات ها موجود بوده. فعلا رهبری اینمی احزاب باید تمجید شوه که رفتن به سوی وحدت ملی و اینمی را یوازی موی پالیدن دهی تصامیم بهتر است که از طرف ملت افغانستان، از طرف رسانه ها اینمی تقدیر شوه، تمجید شوه. مسئله یکی که در رابطه به حزب اسلامی گفته می شود، گرچه شما بارها او را توضیح دادین که حزب اسلامی که در کابل هست، شما پیشتر هم گفتین بر رهبری آقای عبدالهادی ارغندیوال هست، اما همیشه گفته می شود که در حزب اسلامی بیشتر حزب اسلامی است که مؤسس از او یا بنیانگذارش آقای حکمتیار بوده و امو در بین مردم تا بال هم با امو رهبری آقای حکمتیار را می بینن. شما باورتان چی است؟ ارتباط حزب اسلامی شما که رهبری آقای عبدالهادی ارغندیوال است با آقای حکمتیار وجود داره یا نه؟ امی سوالتان و امی جوابی را که ما میتونم شاید صدم بار باشه یا بیشتر از او. بله. و جواب ما اونم جوابی گذشته است. دایی شکی نیست که جناب حکمتیار صاحب رهبر جهاد بوده، رهبر تنظیم حزب اسلامی بوده و یک شخصیت واقعا جهادی، ولی در رابطه با حزبی که ما صحبت میکنم تحت رهبری عبدالهادی ارغندیوال، شما در جریان هستین که از سال از 8-9 سال به این طرف اینجا تشکیل شده، جواز رسمی فعالیت به دست آورده و جواز رسمی فعالیت امی خود جواز اگر تحلیل کنین به این مفهوم است که ای به کسایی داده میشه که در افغانستان فعالیت های سیاسی اجتماعی داشته باشند، نه فعالیت های نظامی. متوجه هستین؟ در صورتی که ما با حکمتیار صاحب رابطه داشته باشیم به این مفهوم است که گویا ما شاخه نظامی هم داریم، ولی فعلا ما نه با او رابطه داریم و نی به این باور هستیم که فعلا ضرورت جامعه ما اضافه تر فعالیت های سیاسی را نیازمند است تا فعالیت های نظامی. پس به این خاطر ما قطع از او هیچ نوع رابطه نداریم. پرچم حزب اسلامی یا مو یک پرچم است؟ روزنامه یا هفتنامه شما که در گذشته ها در زمان جهاد پخش می شد به نام شهادت که روزنامه هم بود، به حال به هفتنامه تبدیل شده، حالا هم به همین نام است. به همین دلیل مردم تشویشانده ای است که کدامش درست است. آیا حزب اسلامی که رهبریش آقای حکمتیار دارند و در گذشته ها هم رهبر این حزب بودند، یا شما از اون مشروعیت برخوردار هستین که در اینجا فعالیت میکنید؟ ببینین یک تنظیم دیگر برتان بگویم، وحدت اسلامی، در راستش آقای مزاری بود. فعلا یعنی چند وحدت اسلامی است، منتها بعضی پسوند و پیشوند داره. چرا از او به مردم تشویش پیدا نمیشه که از حزب اسلامی تشویش پیدا شده؟ یک مثلا هر چیز دیگه رکی برتان دارم و نمویی است که حزب اسلامی حکمتیار صاحب اونمو مجبوریت های را که یا جامعه جهانی برش جور کده یا خودش داره. هر وقتی که اونمو تشویشا اونمو مشکلات های را که اونا دارن رفع شوه، در افغانستان بیا پروسه یا زندگی سیاسی را در افغانستان پیش ببره، ما با حکمتیار صاحب هیچ نوع مشکل نداریم.
مشکل حکمتیار صاحب با ما نیست، مشکل حکمتیار صاحب با جامعه جهانی است، با امریکای است، با نظام است، نه با ما. ما و نمو اساسنامه و مرامنامه ای که داشتیم فعلا هم داریم، راجستر شده دا وزارت عدلیه. فقط تفاوت ده کجاست؟ ببینین اونا فیصله کردن که در موجودیت یعنی قوتهای خارجی در نظام نیستن، این را مقابله میکنن مقابله نظامی. و ما در افغانستان داریم فعالیت سیاسی، پس دهی تفاوت است. ای که چرا اونمو نام ما ماندیم، شما شاید زیاد نامه را که با عقیده همراهی از وا هم عقیده استی یعنی مسلمان، با نام شاید زیاد نامه باشه از زمین مخالفین نظام که یا نامش محمد خان باشه یا نامش کاکر باشه، ولی با نظام مخالف هستن. دیگه عین نماز میخوانه، به مو چیزا معتقد است، اونا یک قسم باورمندی دارن و ما و شمایی که در داخل نظام هستیم باورمندی و پالیسی و حرکت ما دیگه نماز. خیلی مواد خان، مسئله دیگه توافقنامه دو جانبه امنیتی. دیدگاه شخصی خودتان در رابطه با توافقنامه دو جانبه امنیتی با ایالات متحده آمریکا چی هست و آیا علت تأخیری که آقای کرزی دارد و این زایش تأخیر میکنه چی هست و شما توصیتان برای شمور کرزی چی هست؟ گوری بین المللی میساقونه تعهدنامه، توافقنامه، قراردادونه د افغانستان د قوانینو مطابق د وخت حکومت، د وخت رئیس دولت حق لري، صلاحیت لري او بلکې مسؤلیت لري له هر ملک سره قرارداد، توافقنامه، میثاق دا امضا که دا که د بندیانو تبادلی وي، دا که امنیتي وي، دا که په نورو اقسامو کې وي. کله چې دا پارلمان ته ولاړ شي، که پارلمان صلاحیت د تایید و د رد لري، که هغو تصدیق کو، تایید یې کو، مریو له اجرا ده او که رد یې کو، طبعا له اعتباره لویږي. له امریکا سره امنیتي تړون د نورو توافقنامو مطابق، تاسو دې شاهد یاست چې له انګلستان سره، هندوستان سره، مختلفو نورو ممالکو سره ستراتیژیک تړونونه، توافقنامې دا امضا شوې، ولې هیڅ یو یې دومره رسانهیي نه سو لکه له امریکا سره ستراتیژیک پیمان او یا هم امنیتي تړون. دیو تلون پر رابطه دو واره رئیس صاحب دولت لویه جرګه را وغوښته. تېر عنعنوي لویه جرګه سره له دې چې د دغو جرګو راغوښتل هم د رئیس صاحب دولت صلاحیت و، ولې ایجاب یې نه کوو چې دومره مصارف و سي، حتی شهیدان ورکړل سي. خو په هر حال عنعنوي لویه جرګه راوغوښتل سوه په شپږ اویا مادو کې هغه څوک چې رئیس صاحب دولت د ملت نمایندګان بلل، در حالې چې د ملت اصلي نمایندګان په پارلمان کې ناست دي، خو هغسې رئیس صاحب دولت د خپلو والیانو نورو نمایندګانو په واسطه انتصاب کړي وو، راغویې غوښتلو. دغو کسانو په شپږ اویا مادو کې خپل نظر رئیس صاحب دولت ته ورکړو. رئیس صاحب د هغه له مخې امنیتي تړون یا د ملک په خیر تشخیصولای سوای او یا هم موزیر، او باید دغه که چېرته رئیس صاحب دولت او د هغه کابینې د حکومت په راس کې په خپله رئیس صاحب دولت
دا د ملک په خیر بللای په کار دا اوس امضا کړی وای او پارلمان ته لیږلی وای. دغه په رڼا کې دغه دستاویز په لرلو سره رئیس صاحب دولت کال شپږ میاشتې زیات وخت په دې باندې تیر کړو چې بالاخره د امنیتي تړون مسوده چې د ستراتیژیک تړون یو جز و او په شپږ اویا مادو کې په دغه رابطه باندې مسایل یا خپلې مشورې د ملت استازي ورته ووایي هغو ورکړې وې. ولې بیا هم رئیس صاحب دولت دغه مسله سخته رسانایي کړه، نه تنها د هغه شپږ اویا مادو په نظر کې نیولو سره دا یا رد یا امضا نه سوه، بلکې دوهم وار جرګه راوغوښتل سوه. په دې جرګه کې نوې څېرې هم وې، پخوانۍ څېرې هم وې. تاسې ولیدو چې په کوم قاطعیت یې رئیس صاحب دولت ته د امنیتي تړون د لاسلیک مشوره ورکړه. رئیس صاحب دولت په تاسف سره د هغو خلکو نظریات مشورې دا یې هیڅ په نظر کې ونه نیولې، فقط دوه درې تقریبا داسې مسایل چې دوه یې ملي بلل کېږي خو په هغه کې تقریبا شخصي غوښتنې دي، شخصي ملاحظات دي، شخصي اطمینان اخیستل دي، دغه بانه نیسي او امنیتي تړون نه لاسلیک کوي. زه وایم چې رئیس صاحب دولت له دې شکله ځان وباسي که دا امنیتي تړون د ملک د زعیم په حیث، د ملک د رئیس جمهور په حیث، دا د ملک په خیر بولي، امضا دی که پارلمان ته دې ولیږي، که پارلمان هغه تایید کړو مریلو اجرا ده که نه و بېله غم رد تلقي کېږي. ولې هغه وخت چې د دې مسوده تکمیل شي د دواړو هیاتو لخوا، د افغانستان د هیات او د امریکا د هیات لخوا، په دې کې هر ورځ نوې ملاحظه پیدا کول، نوی شرط کېښودل، دا رئیس صاحب ته یعنی نه ښایي چې دغه نوي نوي شرطونه پکې را پیدا کړي. په کل کې در کل آیا اینمی پیمان امنیتی به حیث رئیس دولت به نفع افغانستان است امضایش کو به پارلمان روان کو، به ضرر افغانستان است به حیث رئیس مملکت، به حیث فرد اول مملکت ردیش کو بگو امضا نمیکنم، هر کس که باز امضا میکرد امضا کنه. فکر میکنم که از اینمی دو حالت، یکی را رئیس صاحب نه با بهانه های دیگه که یه را به تعویق بندازه، به تاخیر بندازه، خودش شخصا به حیث رئیس مملکت، رئیس کل ما و شما، اینمی را به خیر مملکت فکر میکنه، بهانه ها و دلایل دیگه را ده او نبیاره، و اگر به خیر مملکت نیست ردش کنه. بله. ما یک تشخیص شما از این توافقنامه چیست؟ آیا شما این توافقنامه را به نفع منافع ملی افغانستان میبینید؟ ببینین فعلا به صورت مجرد ای که چند نفر امریکایی یا نیروی ازوا یا پایگاه های نظامی د این جمعیه داشته باشه، به صورت مطلق این قسم مطالعه کردن این نمی پیمان به نفع افغانستان نیست. وضعیت فعلی افغانستان چه قسم است؟ ما نیروی امنیتی را که داریم اولا ای توانمندی دفاع از خود داره، دوم آیا حکومت و دولت توانمندی اکمالات اقتصادی و نظامی و تجهیزاتی اینمی نیروی خود داره، سوم فعلا وضعیت ما در کدام مملکت، ما در کدام وضعیت و در کدام حالت قرار داره. اگر اینمی قسم مطالعه شوه اینمی بعد از او
آدم میتونه با یک دید و با یک نتیجه مثبت برسه. ولی چیزی را که ما در مقابل سوال شما میتونم گفته و ایست که چرا صرف اینمی پیمان امنیتی به یه حالت رسید که بالاخره نظر شخصی خودت چیست و نظر شخصی ما چیست؟ نظر شخصی ما راجع نه تنها راجع به پیمان امنیتی بلکه راجع به هر پیمان و هر میثاق اینمی است که در تمام پیمان ها قانون ما زیر پا نشود. مطابق قانون اساسی افغانستان پیمان ها با هر مملکت به حیث یک کشور آزاد امضا شود، به نماینده های ملت که عبارت از پارلمان افغانستان است فرستاده شود. اگر این همین نماینده های ملت اونمو پیمان ها و میثاق ها و قراردادها را بعد از مطالعه عمیق به نفع کشور خود تشخیص کردن تصدیق میکنه دیگر از ضرورت میکنه. بله، دیدگاهتون در رابطه با گفتگوهای صلح چی است؟ آقای کرزی در طول چند سال گذشته از گفتگوهای صلح حمایت کردن با طالبان، شما این گفتگوها را موفق میدانیم؟ فکر میکنم موفقیت و غیر موفقیتش از جای سوال برآمده. گفتین شما در سوالتان که در طول چند سال، در طول چند سال که یک مرتبه هم جانب مقابل نگفته باشه که بله ما حاضر هستم به مذاکرات صلح، به تفاهم، بدون در نظر داشتی ای که چی شرایطی قبلی داشته باشه، یک دفعه هم حاضر به این نشد که امیر قبول کنه که بله ما با حکومت افغانستان، با رئیس صاحب دولت، با شورای صلح در رابطه تفاهم میکنیم، پس نتیجه خود نداده و به میروال اگر پیش بره هم نتیجه نمیتاده اینده. آقای محمد خان، پارلمان افغانستان قانون منع خشونت در برابر زنان به دلیلی که برخی از مواردش با احکام دین اسلام مطابقت نداره رد کرد. دیدگاه شما در رابطه چی هست؟ در حالتی که در افغانستان خشونت در برابر زنان میزانش روز به روز بیشتر شده می. گوره دا قانون تا یعنی لدو زاویو باید وکتل شد. بله، اول خبر داده شد هم دی قانون اساسی مطابق او هم غیر لقانون اساسی مگتا شد دی مسلمان پایس بندی پدی معتقدیو هر آغا چسی اغل اسلام سر پا تزاد کیوی پا تکر کیوی موږ تاسې هغه نسو منلی د دې ملت د اوسیدونکو په حیث باندې. طبعا هغه څه چې له اسلام سره په ټکر کې و په دې قانون کې دا ښه تحلیل یې نه زه کولی سم نه ته، بلکې هغه کسان د دې لپاره ښه خبره دا وه چې پارلمان کې دومره اوږد بحث هم ورباندې نه وای سوی، د سترې محکمې، د علماو د شورا، د حج و اوقاف، په عین ترتیب د جامع مدني، د ښځو د وزارت څه نمایندګان وای په دې باندې بحث کړی وای. زه په دې سل په سلو کې باور لرم چې په افغانستان کې هیڅ خور هم د یو مسلمان خور په حیث باندې هغه څه چې اسلام ورته اجازه نه ورکوي هغه په قانون کې نه دوی راوستلی شي او نه یې منلی شي او نه یې خوښه ده. آقای محمد خان، نکته دیگری که میخوایم در رابطه صحبت بکنین فساد هست. در افغانستان در چند سال اخیر گفته میشه که میزان فساد بسیار بالا. شما میدانین که نهاد شفافیت جهانی افغانستان فاسدترین کشور دنیا تشخیص دادن و حال چرا کاری وجود داره که با این فساد مبارزه شود؟ همه از فساد حرف میزنن، حتی رئیس جمهور بارها گفته که فساد در حکومت وجود داره، گاهی توجیه میکنن، مگر از دید شما چگونه با صورت مشخص میشه با فساد مبارزه کرد؟ ما حتی شخصا عقیده شخصی ما اینم است که در
رابطه با از بین بردن فساد به کمیسیون هم ضرورت نیست. به می کمیسیونایی که تشکیل شده، کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری او که علیه فساد شترکایی او دیگه او دیگه او دیگه ببینین امی ارگانهای کشفی ما چی کار میکنه؟ ما یقین دارم که به ارگانهای کشفی، به چارانوالی، به امنیت، به پولیس اینمی صلاحیت داده شوه، اینمی موقع داده شوه، اونا خودشان میتانن. و غیر از ارگانهای کشفی امی خودی ملت نیست، خودی ملت است که از اینمی فساد رنج میبره. کلی ملت امی ملت در این رابطه خیلی خوب همکاری میکنه. اصلی ضعف در کجاست؟ ضعف در بعض هم در عدم تطبیق قانون است. شما ببینین یک نفر به 200 و 300 و به 2000 و 3000 افغانی به نام رشوت خور یک جای میگیره، او به قضا میره و بالاخره شاید برای از او یا جزای کم یا زیاد داده شوه. ولی کسایی که به میلیون ها فساد میکنه اونها میگردن. ما خو ایتو یعنی برداشت ما از وظیفیلی اینمیست که اراده برای از بین بردن فساد وجود نداره. اگر اراده موجود می بود، فساد به یه حد گسترده تر و هر روز زیاده تر شده نمی رفت. تاسی فکر وکوی یعنی شرماوره داده یه ملک لپاره سی دیمزه که پا مخ باندی دی فاسد ترین ملک پا حیث باندی دا کی داده موی دی حکام و لپاره دی موی دی حکمت داران و لپاره یقینا دیره دی شرم خبره ده. بعد یو اندازه خپل دغه څوک چې د حکومت په راس کې دي په څو کالو کې باید دا تشخیص کړی وای. مختلف کمیسیونونه جوړ سو او خپل هغه کمیسیونونه څومره مصارف لري. بالاخره د دغو کمیسیونو هغه لاسته راوړنه یې څه ده؟ که نه وي د دې کمیسیون موجودیت بیا ضرور نه ده کنه. او که کمیسیون کار کړی وي، که کمیسیون رشوت خور یو جای پیدا کړی وي، قاچاقبر یې بل جای پیدا کړی وي، غاصب د مځکې بل جای پیدا کړی وي، دغو ته دا جزا ولې نه ورکوله کیږي؟ بیا هم که جزا نه ورکوله کیږي نو نه د کمیسیون موجودیت ضروري ده او نه د دغو ژمنو چې فیصله موږ هر کال په هر بین المللي کانفرانس کې چې د افغانستان د اقتصاد په رابطه وي د هغو غوښتنه د فساد له منځه وړل وي او د موږ ژمنه له هغو سره د فساد د له منځه وړلو اراده وي. باور وکړئ چې وزیرو، کابینه، پارلمانو، قضا خو څه چې عادي افراد هم په دې ملک کې د فساد مقابله کولای شي. لاره یې تا له ما پوښتنه وکوله. اول اراده او تصمیم درلودل د فساد د له منځه وړلو. زه په دې باور یم که یو وارې د فساد د له منځه وړلو لپاره اراده موجوده وي، په یوه میاشت کې به دا د ملک ټول اتبا وګوري چې دا فساد که له منځه تللی نه ده نو راکم سوی خو ده، دا په یوه ورځ شاید له منځه ولاړ نه شي. ولې زه په دې باور لرم چې په یو کال کې د فساد په مقابل کې مبارزه که نهایی حتی و نرسیگی دیر باور نزده سویگی. نو خبر نظر می داده پا دیر رابطه باندی سی اول تصمیم موجود وی، اراده موجود وی، دو هم زیاد و کمیسیون و تضررت نسته. لچه رشوت اخسل کیگی که آغاز رای پا دیر باندی پوسی سی دی ما هم دا کار کیگی او هم لدغ رشوت اخلاسیگم. آغاز خپل لامندینتی ارگانو سره همکاری کوي. د فساد له منځه وړل په افغانستان کې ډیر اسانه دی. اول باید د فساد د له منځه وړلو لپاره اراده او تصمیم دا موجود وي. د هغه په څنګ کې زه په دې باورمند یم چې که کشفي ارګانونه هم په دې رابطه باندې مکمله همکاري ونه کوي، چې کوي زه په دې باور لرم چې کوي، ولې د افغانستان ملت هغه ملت چې له فساده ستړی ده دا خلک ټول په دې رابطه باندې همکاري کوي.
نو کله چې یو نفر اول دا فساد مختلف انواع لري تنه رشوت اخیستل نه دي د یو نفر فساد چې تشخیص سو د دې شته قوانینو مطابق هغه جزا وویني بیا بل څوک له دغه عبرت اخلي او بیا فساد ته زړه نخ کوي زه په دې تشویش نه لرم چې فساد به له منځه ولاړ نه شي دومره عمیق ده عمیق یقینا ده ولې دومره قوت یې پیدا کړی ده چې هغه له منځه تلونکی نه ده زه په دې باورمن نه یم زه فقط دا وایم چې راتلونکې کابینه د فساد د له منځه وړلو لپاره کله یې هم تصمیم ونیو او په دې تصمیم کې صادق و دا فساد به په یو کال کې ډېره کمه فیصدي په دې ملک کې پاتې وي انشاءالله نکته دیگه پنج سال این دوره است. تشویش و نگرانی شما از پنج سال که در پیش رو داریم چی است؟ مردم نگرانی ها از کاهش کمک های خارجی دارن، از بحران اقتصادی دارن و گاه هم در صورت خروج نیروهای خارجی نگرانی از ایجاد یا افزایش امنی ها و یا حتی در برخی موارد گفته میشه که شاید ما درگیری یک جنگ داخلی شویم. نگرانی های شما چی است؟ کوم شای په اول ابتدا کې ما وویل د یو قوي ملی ټیم درلودل هغه په دې ځای کې د تا سوال ته جواب ویلای شي که په افغانستان کې قوي احزاب هغه سي فراخ او قوي اجتماعي بیس لري هغه چې په ملک ریخي لري هغه چې په ټولو اقوامو کې شتون لري هغه چې په ټول ولسوالو یو ټول افغانستان کې حضور لري که دغه خلق د ورورګلوي او خوات یو بل تحمل کولو یو بل قبلولو لاسونه سره ورکه زه یقین لرم چې نه په افغانستان کې نه امنی راتلای سی او نه هم دغه تشویشونه سی تاسی لری او پجای دی نه دغه تشویشونه دی اجرا مرحله ته رسید آیسی انشالله لاره یم دغه ده ګوره که په راتلونکو پنځو کلونو کې یو قوي حکومت هغه سی ملي بیس ولري هغه سی اجتماعي پښتوانه ولري هغه سی په اجتماع کې شتون ولري دغه سی خلک شاته ولاړ وي ټول ملت سی دی او چا شاته ولاړ وي تاسو ګورئ په تیر دور کې د روسانو په موجودیت کې افغانانو څه درلودو آیا د سلا فهم یې درلود تخنیک یې درلود نه په کلیشنکوف بلد و او نه په توپ و ټانګو تیاره باندې هغه اولین تصمیم چې دوی ونیو هغه د دې ملت وحدت و د یو هدف لپاره ټولو ژمنه وکړه ولو که ټول تر یوه قومنده لاندې نه و ولې یو هدف ته ژمن و چې هغه د افغانستان ازادي ده اوس هم که په دې ملت کې که په راتلونکو پنځو کلونو کې دغه ملت د امن اراده ولري د امن لپاره د ثبات لپاره یو بل ته لاسونه ورکړه زه یقین لرم چې دا تشویشونه امشل عرفه کیږي بله آخرین پرسش آقای محمد خان از دید شما چقدر کمیسیون مستقل انتخابات مستقل هست و شما چی توقعات ازشان دارید در این رابطه ببینین پیش از اینکه به جواب سوال شما بپردازم د افغانستان چیزی را که میتوان به حیث یک رای ملی که مردم سرش اعتماد کنه و او انتخابات است ما در محور عزیز جمع شویم و نمو یگانه را رای انتخابات است و اگر در پالوی بی اعتمادی های متعدد دیگه سر خود انتخاباتم باورمندی مردم از بین بره یه حالت بد ملت افغانستان خواهد بود
توقع كل ملت نميس يقينا بالای کمیسیون انتخابات به او اندازه ای که توقع می رفت باورمندی ملت دمی دو دوره یک اندازه متضرر شد. توقع ما از ینامی کمیسیون انتخابات ایست که امی اعتماد ملت بالای پروسه انتخابات احیا کنه و در جایی که موجود است اونمو را ابقا و تقویه کنه. ما از شیوهی که به او شیوه کمیسیون انتخابات و شکایت انتخاباتی جور شد تا اندازه رضامندی داریم. کم از کم همی شیوه خوب بود. به هر حال رئیس به دولت در رابطه یا حکومت در رابطه امو اعمال نفوذ کرد و در آینده هم شاید بکنه. ولی توقع ما از اینمی کمیسیونا اینمی است که به حیث کمیسیونای مستقل کار کنه و خدا کنه که امو باورمندی ملت بالای انتخابات امی فیصدی کمی هم که موجود است اینمی رازبان نبره. اینجر محمد خان جان سپاس از وقتتون. لطفا شما دیرمانان. دیرمانان.